سلام، خوش اومدید به نوبت شما. بعضیا میگن اگه هر شخص دیگری غیر از دونالد ترامپ این حرفا رو زده بود، نسخش در رقابت‌های انتخاباتی پیچیده میشد که هیچ، برای همیشه وجهه سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادیش رو هم از دست میده. حرفای شبیه این که باید بین مکزیک و آمریکا دیوار کشید چون مکزیک یه مش قاچاقچی و متجاوز جنسی میفرسته اینجا. یا اینکه باید جلوی ورود مسلمان‌ها به آمریکا رو گرفت چون از ما متنفرن. جالبه که با وجود همچین اظهار نظرهایی هنوز دونالد ترامپ در اکثر نظرسنجی‌ها محبوب‌ترین نامزد رقابت‌های مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. در مقابل کاخ سفید اظهارات آقای ترامپ درباره مسلمان‌ها رو حتی مغایر امنیت ملی و ارزش‌های دموکراتیک آمریکا دونسته. من احسان آبرتوسی هستم و امروز نظر شما رو درباره اظهارات جنجال‌برانگیز دونالد ترامپ می‌پرسم. و اینکه چرا با وجود این حرفا که باعث شده آقای ترامپ به اسلام حراسی و نژاد پرستی متهم بشه، هنوز بین بخشی از جامعه آمریکا محبوبه. دلیل توجه رسانه‌های آمریکا به دونالد ترامپ رو چی می‌دونید؟ در بریتانیا بیش از 500 هزار نفر خواهان جلوگیری از ورود ترامپ به این کشور شدند. به نظر شما باید جلوی این گونه اظهار نظرها گرفته بشه یا در چارچوب آزادی بیان قابل طرحه؟ و در نهایت شانس پیروزی آقای ترامپ رو چقدر می‌دونید؟ از طریق شماره‌ای که رو صفحه تلویزیون ظاهر میشه با ما تماس بگیرید، براتون مرورشون می‌کنم. 2044-207-765-2077 2044-207-765-2078 و شماره اس ام اس گیر این برنامه هست 2044-78-94-62-11-19. منتظر تماساتون هستیم. امروز فرنه تقی‌زاده هم ما رو همراهی می‌کنه از شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های گسترده کاربران به صحبت‌های آقای ترامپ در هفته‌های اخیر گزارش می‌کنه. بله. خب ترامپ به خاطر حرفایی که زده یکی از هشتگ‌ها و کلیدواژه‌های داغ شبکه‌های اجتماعی بوده این روزها. براتون از بحث‌هایی که تو اینترنت در مورد ترامپ به وجود اومده خواهم گفت. البته پیام‌های شما رو هم در طول برنامه می‌خونم. از این راه‌ها می‌تونید اونها رو به دست ما برسونید. فیسبوکمون آدرسش هست facebook.com/bbcpersian، آدرس توییترمون هست @bbcshoma و می‌تونید در طول برنامه بهمون ایمیل بزنید به آدرس shoma@bbc.co.uk. من منتظر تحلیل‌ها و نظرهای شما هستم. میشه صحبت شما رو میشنم. بسیار خوب، با دو بیننده از آمریکا برنامه رو آغاز میکنیم. یاشار رو از تگزاس داریم، روی خط دو هم علیرضا از نیوجرسی با ماست. یاشار، واقعا چقدر فکر میکنی که باید دونالد ترامپ رو به خصوص با این حرفایی که میزنه الان در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جدی گرفت اصلا؟ با سلام خدمت شما و بیننده های عزیزتون، به نظر من موضوع ترامپ رو باید داخل این مجموعه در نظر بگیریم. یکی وضعیت داخل آمریکا و صحنه بین الملل. داخل آمریکا الان وضعیت طوری هستش به خاطر اکانومی که تقریبا زیاد هم خوب نیستش، خیلی به این نتیجه رسیدن که حزب دموکرات که رهبریش رو به آقای اوباما داخل وایت هاوس داره کنترل میکنه، هنوز نتونسته به تعهدات خودش عمل بکنه و همیشه صحبت از پرامیس داده، یعنی گول داده و هیچ وقت هم عملی نکرده. و از جمله این اتفاقی که در کالیفرنیا شوتینگی که رخ داد و مسائل دیگه ای از این دست و تراس مردم آمریکا شده تو جنگ سرزد بلوچ شرق و شوروی بود، الان تبدیل شده به حراس از تروریسم. و خب مطمئنا سیفتی یکی از عمده فاکتورهایی هستش. همیشه چه حزب طرفداران حزب دموکرات و جمهوری خواه همیشه به این نقطه انگشت تاکید داشتن که سیفتی کشور در رده اول شاید یا دوم باشه. توقف میکنی شرایط اقتصادی و همچنین وضعیت امنیتی در دنیا، ظهور گروه های مثل داعشه که موجب شده الان سیاست های و حرف های در واقع شخص مثل دونالد ترامپ بخواد اینقدر توجه بگیره. اما نقش رسانه ها اینجا چیه؟ آیا فکر میکنی رسانه ها دارن به هر حال با مطرح کردن این صحبت ها بیشتر دامن میزنن به این وضعیت، به این شرایط، یا اینکه نه این صحبت ها به هر حال باید مطرح بشه چون توسط کسی داره گفته میشه که میخواد رئیس جمهور بشه در آینده؟ خب هر دو دلیل شامل میشه. یکیش به خاطر اینکه خب اینجا مدیا نقش اول رو بازی میکنه تو نظر تغییر نظر افکار عمومی آمریکا، مخصوصا کسایی که اصلا وقت ندارن که مثلا بخوام بره تحقیق بکنن، فقط اطلاعاتی که میگیرن در مورد کاندیدا از طریق دیبیت هایی هستش، مناظره های تلویزیونی هست یا از طریق اینترنت هستش و همین یا فیسبوک از این دست. مسئله دوم خدمت عرض کنم، مسئله موضوع داعش و تروریسم و میدل ایست هستش. مردم آمریکا یعنی اینفورمیشن کامل جامعی از میدل ایست ندارن. وقتی اتفاقی اونجا میفته میدل ایست رو مثل به امریکن لاتین که فقط اسپانیش هستن و کاتولیک هستن فکر میکنن، میدل ایست دقیقا همون حالته، همونطور که ما ایرانی ها رو عرب میدونن. و به خاطر همین نداشتن آگاهی کامل و کافی از وضعیت دنیا و موضوعات همونجور دوباره میاد اقتصادی و
سیفتی. الان آقای ترامپ از اول هم جالب است، نکته اول بودم و من یه صفحه رو باز کردم الان جلوم هستش، تو نظر سنجی ها دیبیت ها صحبت هایش اینا کردم و مردم رو اونا گفتن که اینا کدوم کاندید خوب صحبت کرده. خیلی جالبه که ایشون الان 5 تا چراغ سبز دارن، یعنی پرفکت، یکیش در مورد بنابراین خیلی بالاست. یاشا در یک کلمه فقط فکر میکنی بنابراین باید جدی گرفت ترامپ رو یا خیر؟ والا ترامپ جدی هستش، حالا اگه ما بخوام جدی هم نگیم جدی هستش. و جالب اینجاست که دارم میگم هر روزم با قول شما هم دو جبر برنامه‌تون گفتیم با زدن این حرف محبوبیتش کم نمیشه، نشون میده که مردم آمریکا چه چیزی رو میخوان. و باید ببینیم وقتیشون یه نشته من اضافه بکنم بعد وقتیشون میان که مثلا مظلوم رو نباید وارد آمریکا بکنیم یا دیوار بکشیم به سمت، شما ببینید چند درصد از مردم آمریکا مسلمان هستن و تازه حق رأی دادن دارن. این میشه تقریبا میشه گفت به دولت میشه گفت 2%. یعنی ایشون دارن مخاطبانی رو به سمت خودشون میکشن که 95% آمریکا تشکیل میدن. پس ایش واسهشون فرقی هم نمیکنه به لحاظ سیاسی که 2% رای در دست بدن. ولی اصلا فکر می‌کنم که شانسش هم اتفاقا زیاد هست. خیلی ممنون. علیرضا از نیوجرسی مثل یاشار معتقدی که جدی هست آقای ترامپ و طبیعتا باید جدی گرفته بشه یا خیر؟ نه من فکر نمی‌کنم، چون که ترامپ فقط 35% انتخاب کننده های حزب جمهوری‌خواه که برای پرایمری میخوان برن طرفدار اونن. بله بیشترین رای که آورده 35%، در صورت که اکثر جمعیت آمریکا اون 35% نیستن که خود حزب جمهوری خواه هم اکثر سران مخالفشن. و وقتی این بره تو کانونشن ملیشون که باید اول سال دیگه انجام بشه، این فکر نمی کنم کانونشن بتونه بیاد بیرون. و اگر هم بیاد بیرون یه نماینده خیلی ضعیفی خواهد بود از نظر حزب خودشون. خب با این حساب اینطور که داری میگی در واقع یه جوری پس در داخل خود حزب جمهوری خواه هم فکر میکنی واقعا طرفدار این آدم نیستن، یعنی بین خود سیاستمداران برجسته این حزب هم فکر میکنی ترجیح میدن که ترامپ بنابراین نمایندهشون نباشه، درسته؟ بله خود سناتورهای بزرگی که دارن میگن مثلا اوباما کارش خرابه ولی بدتر از اوباما ایشونه. فکر میکنی چرا با این حال علیرضا با وجود اینکه داری میگی حتی شخصیت‌های برجسته جمهوری خواه مخالفش هستن، فکر میکنی چرا تو این هفته‌های اخیر به خصوص همچنان تونسته محبوبیتش رو در صدر نگه داره آقای ترامپ؟ خب شما اگه نگاه کنی ببینید تو آمریکا یه سری سفید اکثرا نژادپرست اون قدرت اصلی از دست دادن و ایشون میاد مثلا میگه من اگه رئیس جمهور بشم همه میگن باید بگن مری کریسمس، یه کسی نگه هپی هالیدی، ولی مثلا دختر پسر ایشون دینشون عوض کردن، کلیمی شدن، با دو تا استراتژی خیلی گردن کلفت آمریکایی ازدواج کردن برای پول. پس اینا همه دروغه، مردم میفهمن. بعد هیلری الان نشسته که ایشون بشه قوی بشه بعد اینا رو کنه. بعد ایشون تو اتلانتیک نیوجرسی 4 تا کازینو درست کردن، 4 بار بانکراپسی کردن، ورشکستگی اعلام کردن، هزاران نفر رو بی‌خانمان کردن، یه عالم شارلاتان حقه‌بازیه. حالا با این حال علیرضا فکر میکنی که باید اجازه طرح اینجور حرفا رو داشته باشن افراد با توجه به اینکه خیلی ها متهم میکنن آقای ترامپو به اینکه داری به اسلام حراسی دامن میزنی یا این حرفا نجات پرستانه است، موافق طرح این صحبت ها بنابراین هستی یا فکر میکنی واقعا دیگه خط قرمز داره؟ آزاد آمریکا هر کی میتونه هر حرفی بزنه، ولی شما نگاه کن مثلا میگه من مسلمان رو جلوشون میگیرم، در قانون آمریکا حکم اجرایی رئیس جمهور قبلا بوده، مثلا گفته چینی ها مثلا 6 سال بدون سینا نمیتونن بیان نیومدن تو، ولی چجوری شما میخواید معلوم کنید مسلمونه؟ الان ایرانی ها میرن همه تو ترکیه میرن، من میگم ما مسیحی شدیم که ویزا بگیرن مهاجرت بگیرن بیان قرض، هر کی بپرسم میگم من مسیحی شدم. ما چه چیزی میخواید ثابت کنید؟ بسیار خوب، خیلی ممنون علیرضا، مرسی. یاشار صحبت علیرضا رو شنیدی، نظری داری در موردش؟ به نظر من آقای علیرضا ایالتی دارن صحبت میکنن که نیوجرسی ایالت دموکرات یعنی بلو استیت بهش میگن، تگزاس ایالت رد استیت، و به صورت تاریخی و آمریکا به سه مدل رفتار سیاسی تقسیم میشه، ایالت هایی که همیشه بلو بودن طرفدار دموکرات بودن و ایالت هایی که طرفدار رد بودن جمهوری‌خواه بودن و ایالت هایی که سومین بودن بعضا رفتارش عوض شده به سمت دموکرات یا جمهوری‌خواه. با احترام کامل به نظرشون، اولا خدمتتون عرض بکنم که تو آمریکا گفتن این چی ایشون دخترش با این ازدواج چه از یاد دینش عوض کرده چیز مسخره مضحکی هست، به خاطر اینکه
خیلی راحتش اینه که دختر آقای جورج بوش وقتی ایشون رئیس جمهور بودن مشروب خورده بودن تو خیابون، پلیس گرفت و اتفاقی هم نیفتاد، فقط یه جنجال رسانه‌ای بود. و در مقابل میتونم بگم که ایشون هم اگر خانمی فکر میکنه از نظر زبانش، البته خانمی چنین چیزی منتظر نشدن که ایشون چشم بعد اینا رو رو کنن، اگر اینجوری بخوام بگم خانم هیلاری کلینتون دخترش هم خانم چلسی که میگن بزرگ شده وایت هاوس، این دختر خانم با اسلام کامل بهشون اومده با یه دونه بنکر آمریکایی ازدواج کرده که یهودی هست، و خانم هیلاری کلینتون بس به خاطر همین ما باید بگیم طرفدار لابی یهود است. نه، اینا چیزاییه که بیشتر به درد جهان با احترام به جهان شرق شرقی میخوره. تو دنیای سرمایه داری من دارم با دیتیلا صحبت میکنم، سایتی رو چه باز کردم به شما عرض کردم، تو 4 تا نکته مهم ایشون چراغ سبز از مردم آمریکا گرفتن، یعنی نظراتشون رو قبول کردن. یکی ادوکیشنه، یکی انرژی و انوایرمنت، یکی از پیستون‌های مهم اقتصاد آمریکا انرژی هستش، و سوم فارم پالیسی دیفنس. چراغ سبز گرفته از حزب دموکرات، از طرفدارای حزب دموکرات، طرفداران حزب ریپابلیکن. یعنی خیلی ممنون از شما یاشار، روز آخرین فرصت رو هم به علیرضا بدیم اگر که نکته میخواد اضافه کنه. علیرضا، در واقع این حرفایی که یاشار داره میزنه اینه که بیشتر اون واقعیت های عملکرد افراد مهمه، این جنجال های رسانه‌ای در مورد حاشیه ها رو نباید جدی گرفت. پاسخ شما رسانه‌ای نیست، این شوی کلاورده 4 دفعه ورشکستگی اعلام کرده، هزاران نفر بیچاره کرد با پولای هنگفت از نیجریه رفت. منم فقط فکر نیجریه نمی‌کنم، من 48 ایالت آمریکا رفتم دیدم و مردم صحبت کردم. ایشون وقتی میاد میگه ما میگیم مری کریسمس نمیگیم هپی هالیدیز، این خودش باز میکنه اون دره که بگن شما دختر و پسر رفتن دینشون رو عوض کردن که با دو کلمه ازدواج کنن. دختر کلینتون که دینش رو عوض نکرده، مسیحیه. این برای خودش در باز میکنه و یه آدمیه که حرفاش قابل اجرا نیست. بسیار. شما میتونی کسی رو پیدا کنی مسلمونه یا نه؟ من آقا مسلمی هستم. شما میتونی من باز چیز کنی اجباری بگی من هنوز مسلمونی؟ حالا علیرضا، شما اشاره میکنید که این حرفا قابل اجرا نیست، به عنوان آخرین سوال اگه میشه خیلی کوتاه جواب بده، آیا واقعا علت محبوبیت آقای ترامپ اینجور اظهار نظرهای عجیب غریب مثلا کشیدن دیوار بین آمریکا و مکزیک، یا نکات دیگری هم در حرفاش هست، مثلا اینکه رسانه ها رو متهم میکنه به اینکه صداقت ندارن، 70% روزنامه‌نگاران معتقده که اینا صادق نیستن، اینجور حرفا هم آیا به دل مردم رای دهنده آمریکایی ممکنه نشسته باشه؟ رای دهنده آمریکایی الان ایشون رو دوست دارن، اینا که خیلی دستراسی هستن، چون که ایشون سیاستمدار نبوده، از سیاستمدارا خسته شدن. یه چهره جدیدیه، یه کسی که از واشنگتن نبوده، سناتور نبوده، نماینده مجلس نبوده، هیچی نبوده. حالا من مثلا میخوام بیام از بیرون، من اون داخلی شما نیستم، اینسایدر نیستم، من میخوام مثلا براتون یه کاری انجام بدم. ولی چه کار میتونه بکنه که کشوری که سه قوا تصمیم میگیرن، وقت ما دولت‌های موازی داریم تو آمریکا، کانسل آن فورن ریلیشن، اصلا ترایلاترال کمیشن، اصلا اینا خودشون تو آمریکا سقوط کردن تو آمریکا. خیلی ممنون از شما علیرضا، مرسی. با هر دو نفر خدافظی کنیم. یاشار و علیرضا، بریم چند تا از پیام‌هایی که در دستمون رسیده رو مرور کنیم. اولی رو کاربری که خودشو 55 معرفی کرده در سایت ما نوشته، گفته مردم آمریکا امنیت می‌خوان و چه کسی می‌تواند بهتر از ترامپ عمل کند. گفتار او گویای حقیقتی است که جهانیان و مردم آمریکا با آن درگیرند. مردم آرامش می‌خواهند که با وجود مهاجران غیرقانونی و تشنگان شهادت به دست نمی‌آید. یحیی در صفحه فیسبوک ما نوشته ترامپ مسلمانان را با داعش اشتباه گرفته، در حالی که اسلام مخالف تروریسم است. به نظر من داعش یک پدیده سیاسی است نه مذهبی، و اینکه ترامپ آن را به اسلام ربط می‌دهد شاید از روی غلط فهمی‌اش باشد. محمد سعید تو فیسبوک نوشته به نظر من ترامپ مثل احمدی نژاد است، هیچ کس فکر نمی‌کرد رأی بیاورد اما آورد و امید یک ملت را به باد داد. تفاوت احمدی نژاد و ترامپ فقط در دلیل انتخاب شدنشان است. ایرانی‌ها به احمدی نژاد امید داشتند، آمریکایی‌ها از ترسشان به یک جنگ طلب امید دارند. و مصطفی برما توییت کرده که دونالد ترامپ موج سوار قهاری است و از احساسات موجود در آمریکا نهایت استفاده را برده و به احتمال زیاد رئیس جمهور آمریکا می‌شود. امیرحسین از برلین و کاوه از تهران با ما هستن. امیرحسین، اگر خودت آمریکایی بودی میتونستی که رأی بدی در انتخابات، آیا به دونالد ترامپ ممکن بودش که رأی بدی؟ این ایمیل آخری که خوندم به خصوص پیش بینی کرده بود که اصلا رئیس جمهور هم خواهد شد آقای ترامپ. شما چی فکر میکنید؟ با سلام، من به عنوان یک ایرانی علاقه ندارم که آقای ترامپ با اون عقایدی که در سیاست خارجی از خودش نشون داده رأی بیاره، ولی شاید اگر یک آمریکایی بودم و حق رأی داشتم بهش رأی می‌دادم.
شاید مطمئن. چرا دقیقاً با چه انگیزه ای؟ ببینید یکی از دلایلی که شاید با آقای ترامپ رای میدادم اینه که صراحت لهجه داره، سعی در پنهان کردن حتی افراطی‌ترین عقایدی هم که داره نمی‌کنه. الان در یه سری از مسائلی که واقعا برای جامعه آمریکا موزل به حساب میان رو خیلی برعکس سیاستمدارا که یه سری طرح‌های پیچیده و شاید بعضن غیر قابل اجرا رو براشون معین براش مطرح میکنن و مطرح نمیکنه، خیلی چیزای سرراست مطرح میکنه. ولی از اون بابت از یک جهت دیگه به خاطر یک سری از عقایدش هم که وزنی است برای من وزنی سنگینی به حساب میاد، شاید بخواد بهش رأی نمیدادم. نظرش در مورد شاید مهاجران، نظرش در مورد خب آقای ترامپ به قسمت به راست به طیف راست جناح محافظه‌کار و جناح جمهوری خواه تعلق داره و من شاید به اون دلیل هم بهش رأی نمیدادم. میگم من آمریکایی نیستم و نمیتونم در این مورد نظر بدم. خیلی ممنون از شما. مرسی امیرحسین. کاوه از تهران. امیرحسین معتقده که آقای ترامپ یک به هر حال فرد صریح اللهجه و به خاطر این صداقتی که در بیان عقایدش داره میگه شاید حتی بهش رأی هم میدادم. موافقی باش؟ ما سلام. نه الزامی ندارم، فقط اجازه بدیم من یه چیزایی رو یادداشت کردم اینو بگم چون خیلی مسخره است. ترامپ نه سابقه سیاسی داره، نه تو سلا بوده، نه تو مجلس بوده، نه فرماندار بوده، یه آدم سرمایه داره که خب از این نظر حزب رشنش حتی روز اول که حتی به زنها هم توهین کرد این رو جدی نگرفتن و بیشتر نوشتن روی خنده. اون چه که الان ما داریم میبینیم یک نوع قوقاسالاریه که روزنامه ها فقط به خاطر تیرایشون و به خاطر بهره برداری تبلیغاتی که دارن ایشون رو گنده میکنن و اینا یه همچین آدمی اطلاقاً مثلا ممکنه یک حزبی مثل جمهوری خواه یا حزبی مثل دموکرات اتاق فکر نداشته باشه و یه احمقی مثل این بلد بتونه بیاد بلا و بشه رئیس جمهور. یعنی واقعا من فکر میکنم که حتی اگر خیلی طرفدار هم داشته باشه لااقل یه سری متفکر حزب جمهوری خواه داره، یه سری آدم داره که میتونه بفهمه چه چیزی در برگیرنده منافع ملی آمریکاست و چه چیزی در با اون در متاسفانه کیفیت خط کاوه بد شد این آخری. بذارید باز برگردیم با امیرحسین صحبت بکنیم. امیرحسین حالا شما فکر میکنی که به حال با وجود اینکه آقای ترامپ داره متهم میشه به اینکه نژاد پرستی میکنه و در حرفاش در واقع اسلام حراسی رو داره گسترش میده، آیا باید جلوش گرفته بشه یا اینکه در چارچوب اون بحث آزادی بیان همه اینجور حرفا هم حتی جای تر داره؟ ببینید جلوشو که نمیتونن بگیرن. من نظرم اینه که آقای ترامپ دقیقاً میدونه که داره چی کار میکنه و دقیقاً میدونه که داره چی میگه، نه از روی عصبانیت حرف میزنه نه فقط اومده که یه جنجال بپا کنه و بره. آقای ترامپ برعکس بقیه سیاستمدارایی که سعی میکنن بین این خطوط گروهای متکثر سیاسی قومی و مذهبی آمریکا حرکت کنن، دقیقاً اون میدونه که چه طبقه و چه بخشی از جامعه آمریکا رو سبد رأی خودش قرار داده و اونا رو هدف قرار داده که از اونها رأی بگیره. آقای ترامپ سعی نمی‌کنه بین این خطوط حرکت کنه و همه رو با خودش داشته باشه و میدونه این کار غیر ممکنه. دقیقاً وقتی این حرف‌ها رو زده میشه در جامعه آمریکا طیفی هستن که این حرف‌ها رو پذیرش میکنن. خیلی از دوستان میگن که آقای ترامپ اکثریت آمریکا رو با خودش نداره. بله نداره. قبلا هم آقای جورج بوش بوده که اکثریت جامعه آمریکا رو با خودش نداشته ولی رئیس جمهور شده. توی سیستم رأی الکترال طبعا اکثریت حرف آخر رو نمیزنن و اینکه گفتن در بین حزب جمهوری خواه هم آنچنان نفوذی نداره، باز هم اگر به انتخابات درون حزبی حزب جمهوری خواه نگاه کنیم من فکر میکنم که آقای ترامپ میتونه از بین
طرفداران حزب جمهوری خواه خودش رو بالا بکشه و خودش رو به بقیه تحمیل کنه. یادمون نره چند وقت پیش بذاریم که کاوه اگه ارتباطمون باش باز برقرار باشه همین سوالی که از شما پرسیدم رو تکرار میکنم از کاوه. کاوه با توجه به اینکه حتی خود کاخ سفید هم در واکنشی که داشت به حرفای آقای ترامپ در مورد مسلمان‌ها گفتش که یه همچین صحبت‌های مغایر امنیت ملی آمریکاست، خانم کلینتون هم میگه این حرفا خطرناکه، فکر می‌کنی این به این معناست که واقعا باید از یه جایی به بعد جلوی طرح این صحبت‌ها در رسانه‌ها گرفته بشه یا در چارچوب بحث آزادی بیان باید گفته بشه؟ ببینید قوانین آمریکا در مورد آزادی بیان یک صراحت داره و ایشون میتونه خیلی صحیح بدتر از اینم بگه. بحث اینه که این حرفا باید تو انتخابات و بین مردم خریدار داشته باشه. حزب دیگه کارش نباید به اینجا بکشه که یه لیدرش انقدر احمق و ناتوان باشه مثل تحلیل مسائل سیاسی که برای حل مسائل سیاسی حرفایی بزنه که هیچ کتاب جوکی هم گفته نشد. اصلا بعد یه چیزی که من خواستم بهش بیشتر اشاره کنم اینه که مردم آمریکا اونچنان که ما تو ایران هستیم و یا کشور کاور میدنه سیاسی اونجا دنبال فان خودشون هستن، دنبال خنده و اخیرا هم خب عکس و این مسائل امنیتی که به وجود اومده هم توی آمریکا هم تو فرانسه و مسائلی که داره مرتب مقابله میشه این شانتاژ خبری هست از نظر اینکه مسلمانان چه بلایی دارن سر غیر مسلمانان دارن، اساسا این ترس مردم رو به سمتی که کشونده که دوربر ترامپ جمع میشن. ولی نقد نیست که اصلا موفقیت اولیه این تصمیم کنه که بکنه مثلا به عنوان کاندید بیرون. خیلی ممنون از شما، مرسی. با امیرحسین و کاوه خداحافظی می‌کنیم و بذارید یک سلامی بکنم به شنوندگان رادیو فارسی بی بی سی که چند لحظه‌ای هست با ما. امروز داریم در نوبت شما درباره اظهارات جنجالی دونالد ترامپ از نامزدهای جمهوری‌خواه در رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صحبت می‌کنیم. می‌پرسیم فکر می‌کنید چرا با وجود اینکه بعضی از این اظهارات به هر حال گفته میشه که نجات پرستانه هست، موجب اسلام حراسی میشه، همچنان آقای ترامپ محبوبیت بیشتری داره پیدا میکنه و در صدر نظرسنجی هستش؟ بریم پیش فرن و ببینیم که تو شبکه‌های اجتماعی مردم چی دارن میگن، چون به هر حال هر هفته تقریبا یک اظهار نظر جنجالی آقای ترامپ داره در زمینه‌های مختلف. واقعا واکنش‌ها بهش چطور داره؟ فقط بخوام یه نگاهی بکنیم به گوگل ترندز ببینیم که خود ترامپ چقدر دارن سرچ میکنن، چقدر ترند شده یا مورد بحث بوده تو شبکه‌های اجتماعی. می‌بینیم که الان در اوج خودش قرار گرفته، بیشترین میزان سرچ ترامپ هست، بیشترین میزانی هست که دارن در موردش صحبت میکنن. حتی منطقه‌ای هم نگاه کنیم می‌بینیم که در آمریکا بیشترین میزان صحبت از ترامپ وجود داره. اما خب رسانه‌های دیگه هم دارن در موردش صحبت میکنن، حرفاش جنجالی بوده، حرفایی که متهمش میکنن که صحبتاش نجات پرستانه بوده، ضد اسلام بوده یا بر ضد اقلیت‌ها بوده یا بر ضد زنان صحبت کرده. کلا دارن نگاه میکنن بسیاری، مخصوصا تحلیلگرای رسانه‌ها، که رسانه‌ها دارن چطور پوشش میدن صحبت‌های ترامپ. یه سری مثل کاوه که از تهران داشت صحبت میکرد عقیده دارن که رسانه‌ها مخصوصا در آمریکا فقط دنبال مشتری هستن، فقط میخوان مخاطب جلب کنن، به خاطر همین به محتوای صحبت‌های ترامپ اصلا توجهی نمی‌کنن، هر حرفی که بزنه اونها پوشش میدن، کار میکنن. هرچی جنجالی‌تر بهتر. دقیقاً. یه سری دیگه خب دارن برخلاف اون عمل میکنن یا بعد از یه مدتی بیشتر دارن توجه میکنن به متن صحبت‌هایی که ترامپ داره میکنه، حالا اونقدر به جنجالی بودنش هم دیگه کار ندارن. مثلا مثل بازفید یا هافینگتون پست که رسانه‌ای هستن که بیشتر تو شبکه‌های اجتماعی مخاطب دارن پیدا میکنن. سردبیر بازفید اومده از یه ایمیلی فرستاده به خبرنگاران این مؤسسه یا رسانه و ازشون خواسته که اگه ترامپ یک صحبت‌های نژاد پرستانه کرد، شما دیگه میتونید از اون به عنوان یک نژاد پرست یا یک دروغگوی نژاد پرست نام ببرید، دیگه مشکلی وجود نداره. یعنی اون ادیتوریال یا اون قوانین رسانه ما رو دیگه زیر پا نمیذارین. آره، میتونید ازش این گونه نام ببرید. یا مثلا هافینگتون پست دیگه اومده بعد از صحبت‌هایی که سر زنا کرد یا در مورد مسلمون ها کرد، اومد از بخش اصلی که داشت صحبت‌های ترامپ رو وارد بخش انترتینمنت یا سرگرمی کرد، گفت انقدر دیگه داره خارج از موضوع صحبت میکنه که ما از اون بخش‌های اصلی
ما از بخش اصلی خارجش میکنیم، میذاریمش تو بخش سرگرمی، همون جایی که مثلا در مورد خانواده کارداشیان ما مطالب رو کار میکنیم، منتشر میکنیم. اینم در همون حد، یعنی بیشتر نیستش. سرگرمی سیاسی منتازی که چون بالاخره بحث انتخابات هم هست. آره دیگه، حالا تو قسمت سرگرمیشو من مطمئن نیستم که بخش مثلا فشن داشته باشن یا سرگرمی سیاسی داشته باشن، در یک کاتگوری کلی سرگرمی قرارش دادن. یه بحث دیگه که بین کارشناسان شبکه‌های اجتماعی به وجود اومده، دارن در مورد مطالبی صحبت‌های ترامپ میگه صحبت میکنن، اینه که مثلا گوگل یا فیسبوک یا توییتر خیلی دارن تلاش میکنن که خبرهای موثق در این شبکه‌های اجتماعی منتشر بشه، وجود داشته باشه، از شایعه‌ها پرهیز کنن یا از مطالبی که غیر واقعی هست پرهیز کنن. ابزارهای مختلفی هم مثلا در توییتر دارن استفاده میکنن که این خبرهای موثق بیشتر وجود داشته باشه. الان بسیاری از صحبت‌هایی که ترامپ داره میکنه غیر واقعیه. بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان هم در موردش دارن صحبت میکنن، میگن خب الان که این حرفاش در این حده، یا مثلا شعارهای انتخاباتیشو که داره غیر واقعی ازش صحبت میکنه، آیا واقعا این صحبت‌ها باید تو شبکه‌های اجتماعی همچنان وجود داشته باشه یا نه مثلا فیسبوک و توییتر و گوگل بعد این مطالبو حذف کنن از توی اینترنت یا از توی اون بیان مثلا اون بخشی که فکر میکنن با واقعیت‌ها مغایر هستش و نمونه‌های واقعیش هم بزنن؟ آره، این حرف به این دلیل سوال و این بحث رو ایجاد کردن که حالا وظیفه این شبکه‌های اجتماعی، این پلتفرم‌های مختلف چی هست در قبال صحبت‌هایی که ترامپ داره می‌کنه. این صحبت‌های غیر واقعی دستمایه بحث و صحبت کاربران هم شده، یا حتی مسخره کردن کاربران هم شده. یه سری از هشتگ‌ها یا کلیدواژه‌هایی که دارن برای ترامپ استفاده می‌کنن، مثلا پیامبر دروغین هست. خب استفاده می‌کنن از تمام صحبت‌هایی که داره می‌کنه، یه دونه هشتگ می‌زنن مثلا پیامبر دروغین. یا در مورد لندن یه صحبتی کرده بود که یه سری از محله‌های لندن، آقای ترامپ گفته بود که یه سری از محله‌های لندن انقدر افراطی شده، مسلمان افراطی توش زیاده، که دیگه پلیس جرئت نمی‌کنه بره اون تو و عملاً این محله‌ها دست مسلمان‌ها است. این رو شهردار لندن اومد بهش واکنش نشون داد، گفت اصلاً هم اینطور نیست، ما دعوت می‌کنیم از ترامپ که بیاد اینجا و به این محله‌ها حتی سر بزنه ببینه که این اتفاق نمی‌افته. به خاطر همین جانسون، بوریس جانسون شهردار لندن، گفتش که ترامپ عقلش رو از دست داده و من خودم هم به عنوان کسی که نیویورک به دنیا اومدم پامو نمیذارم نیویورک یه وقت با ترامپ روبرو نشن. آره، این کلن کلکل بین ترامپ و بقیه سیاستمدارا در روزهای گذشته زیاد بود. مثلا شاهزاده سعودی هم یکی از اونهایی بود که تو اینترنت خیلی واکنش برانگیز شد، صحبتهایی که بین این دو نفر رد و بدل شده بود. داشتیم در مورد میگفتیم که در مورد لندن ترامپ چی گفته، شهردار لندن واکنش نشون داده، کاربران هم اومدن اینو گرفتن، کاربران بریتانیایی اومدن یه دونه هشتگ درست کردن، ترامپ فکتس، اومدن مطالبی رو استفاده کردن که واقعی نبود، ولی چون واقعی نبود نسبتش دادن مثلا به ترامپ و همین مسئله افراطی‌گری در بریتانیا و لندن. مثلا اومدن عکس کوربین رئیس حزب کارگر بریتانیا رو منتشر کردن، گفتن که انقدر که مثلا این اسلام‌گرایی زیاد شده که همه آدمای ریشدار خطرناک ما توی لندن. من البته وقتی رو انتخاب می‌کردم اصلا حواسم نبود که تو هم ریشداری، حالا بخوام جلوی تو بگم الان در همین لحظه الان دیدم تو هم ریش داری. ولی یه دونه مثلا دیدم که عکس ملکه بریتانیا رو گذاشتن و گفتن که انقدر که مثلا اسلام زیاد شده در بریتانیا که حتی کوین هم از حجاب داره استفاده میکنه، ملکه هم از حجاب استفاده میکنه. البته همه اینا به کنایه است. یا یه عکس دیگه دیدم گذاشتن، گفتن ملکه به جای اینکه بخواد تاج خودش رو بذاره دیگه داره روسری سرش میکنه. همه اینها مطالب فقط به خاطر این بود که بخوام به نوعی شوخی کنن یا مسخره کنن ترامپ رو به خاطر حرفایی که در مورد لندن زده بود. اما بعد از اینکه این حرفا منتشر شد، من دیدم که دیلی میل هم اومده یه مطلبی کار کرده از طرف 5 6 تا از پلیس‌های اسکاتلند یارد و از قول اونها نوشته که ترامپ هم همچین دور از واقعیت صحبت نکرده، اشتباه نکرده، در لندن یا بریتانیا هستن مکان‌هایی که اونها از تجربه خودشون نوشتن که به اونها میگن با یونیفرم پلیس وارد این محله ها نشون به خاطر امنیت خودشون، یا مثلا ازشون خواستن که با یونیفرمشون داخل ماشین های شخصی خودشون نشن و اینقدر باید این موارد ایمنی رو رعایت کنن. ولی خب در طرف مقابلش 557256 نفر هستن که میخوان ترامپ وارد بریتانیا نشه و اومدن یه پتیشن یا یک توماری رو دارن امضا میکنن به صورت اینترنتی، و اگه این تومارها معمولا از 10,000 تا امضا بیشتر
سر بشه باید پارلمان باید از 100,000 تا فکر می‌کنم از 100,000 بله بخش من پایینی خونه از 100,000 تا بیشتر بشه پارلمان بریتانیا باید واکنش نشون بده در پارلمان در موردش صحبت کنن و بحث بشه و اینا. ولی خب دیدم که مثلا جورج اوزبورن هم که عضو حزب محافظه‌کار است وزیر خزانه داری هست اومده گفته که به نوعی اینو رد کرده این درخواست رو، البته نظر خودش هستش، و گفته که بهتر که ما اینو دعوت کنیم اینجا و حتی بحث کنیم در مورد صحبتایی که کرده، نظراتی که داره، این روی بریتانیا رو به نوعی بهش نشون بده. حالا که حتی بوریس جانسون هم که مخالفش بود اونم همین حرفو زده بود که نباید جلوی ورودش به بریتانیا رو شاید بعدشون نیاد که بخوام مثلا تو بی بی سی دعوتش کنم، میخوان از مخاطبا که یه بحثی هم باش بحث کنن یا چالش کنن. خیلی ممنون برام مرسی فرن، خیلی مرور جامعه‌ای بود از شبکه‌های اجتماعی. بریم حالا با آریان از اصفهان صحبت بکنیم، بعدم مریم داریم که از پاریس با ماست. آریان شما پیش بینی چیه؟ فکر می‌کنی با همه این حرفای جنجالی هنوز ممکنه که واقعا آقای ترامپ بتونه رأی بیاره و حتی به مقام رئیس جمهوری هم برسه در آمریکا؟ سلام علیکم، شبتون بخیر به شما و همه شنوندگان برنامه شما و بینندگان. سلام عرشم. فکر می‌کنم البته چون اگر کاندید میشه معمولا یه صحبت نوعی می‌خواد مطرح کنه. مثلا آقای ترامپ هم در واقع اومده صحبت نوعی مطرح کنه. ولی از این غافل هست. جامعه آمریکا بیشترین سودی رو که تا حالا برده از همه مهاجرین که اکثریت کشورهای دنیا به امریکا مهاجرت کردن برده. شما نگاه کنید آقای انوشتن. الو. بله صدای شما رو داریم آریان، بفرمایید. اگه شما نگاه کنید انوشتن اگه در زمان جنگ جهانی دوم امریکا ورود یهودی ها رو ممنوع کرده بود، شما تو امریکا دیگه انوشتن رو نداشتید. این جامعه‌ای هست که به هر حال با مهاجران ساخته شده و پیشرفت کرده از این نظر. فکر می‌کنی با این حساب چرا آریان اگر که واقعاً اون پایگاه مهاجران اینقدر قویه در جامعه آمریکا هنوز این حرفا محبوبیت پیدا کرده، در واقع این حرفا طرفدار پیدا کرده و آقای ترامپ محبوب شده؟ ببین به خاطر این موج اسلام حراسی است که اخیراً به وجود اومده. این یه موج هست، این موج می‌خوابه. من فکر می‌کنم که تمام دنیا عقلانیت حاکم هست. چیزی که تو تمام دنیا خریدار داره عقلانیت. یه مدت این موج اسلام حراسی تو دنیا اتفاق افتاده، بعد از اون موجهایی که تو فرانسه، تو بلژیک و تو خود امریکا اتفاق افتاد، این موج هم میخوابه و در واقع روی اصل سکه خودش رو همه نشون خواهد داد. بسیار خوب. مریم شما چی فکر میکنی؟ مثل آریان فکر میکنی که این دوره گذراست و رای نمیاره آقای ترامپ یا شانس آقای ترامپ رو بالا میبینی؟ سلام، منم فکر میکنم که نه، آقای ترامپ اصلا هیچ شانسی نخواهد داشت. اصلا ایشون سیاستمدار نیست، یعنی در واقع یک تاجر هست و به عنوان یک تاجر وارد این عرصه شده. اصلا فکر نمیکنم که اون سطحی، من اصلا در نظر نمیگم اون سطحی که در بالا هستن تعیین کننده هستن اجازه بده که چنین کسی وارد این سیستم بشه. و این موجی هم که هست بله خواهد خوابید تا یه حدی، اما هستش، یعنی چیزی نیستش که بخوایم بگیم که این از بین خواهد رفت، چون به هر حال این تروریستایی که هستن اینا ریشه دارن، اینها خواهند بود، حملات دیگه خواهند کرد، اما در نهایت فکر میکنم که جوامعی که پایشون روی دموکراسی هست اجازه نمیدن که به این راحتی یک کسی بیاد همه این قواعدی که اینها سالها براش جنگیدن، حالا به هر طریق اینو وضع کردن، بخواد بیاد همه اینا رو زیر پا بذاره و یک مطالبی بگه بر ضد اون پایه و اساس جامعه که اینا تشکیل دادن. مریم به هر حال جالبه که در فرانسه با توجه به این حملات اخیر در پاریس خیلی پیش بینی میکردن شاید بعضی از احزاب مثل جبهه ملی فرانسه بتونن به نوعی در واقع پیروز بشن در انتخاباتی که انجام شد، ولی این در واقع عکسش ثابت شد. فکر میکنی که چرا فکر میکنی جامعه آمریکا هم یک همچین واکنشی ممکن نشون بده و برعکسش پیش نیاد که بره و در واقع بیشتر پذیرای این افکار راست افراطی بشه؟ نه فکر نمی کنم که اینطور باشه. حالا من جامعه فرانسه رو آگاه تر از جامعه آمریکا میدونم، به نسبت مردم بیشتر مشارکت دارن و بیشتر مطالعه دارن در این زمینه ها، اما اون من میگم در آمریکا بیشتر نگاه من به کسایی هست که در سطح بالا هستن، تعیین کننده هستن و افکار عمومی رو به سمتی میبرن که در واقع خودشون میخوان. تو فرانسه هم دیدیم که از راستای افراطی حتی یک نماینده هم نتونستن وارد مجلس کنن با اینکه آرای بسیاری آوردن. توی هفته دوم چون مردم بهشون اطلاع رسانی شد که
ممکنه راستا وارد بشن، راست افراطی وارد بشه، خیلی‌ها رفتن شرکت کردن و آمار انتخابات نسبت به سال گذشته بالاتر رفت. خیلی ممنون. ضمن اینکه تصاویری که الان می‌بینید تصاویر اعتراضایی بود که به هر حال علی آقای ترامپ مطرح بوده در آمریکا تو این روزها، ما داشتیم پخش می‌کردیم. بریم خط یکو بدیم به مجید از تهران. مجید، فکر می‌کنی که واقعا چقدر باید این صحبت‌ها رو فقط یک جنجال رسانه‌ای دونستش که آقای ترامپ موفق شده به راه بیاندازه؟ چقدر باید واقعا جدی گرفتش و احتمال این هستش که بخواد نظر رای دهندگان رو واقعا شکل بده به نفع آقای ترامپ؟ با سلام خدمت شما و همه بینندگانتون. نکنه این به هیچ عنوان یک اتفاقی نیست که بگیم سهواً اتفاق افتاده یا پیشینه‌ای حتی تاریخی نداره. شما الان کشورهایی که به صورت دموکراسی اداره میشن ملاحظه بکنیم، متوجه میشین که همه کشورها به نوبه خودشون، فرانسه به شکل خودش، حتی آرژانتین و حتی کشوری مثل ایران، بحث‌ها بیشتر از لحاظ جهان وطنی به خود وطن هر فرد و هر مردمی ایجاد شده و این صحبت‌های آقای ترامپ هم مطمئناً محبوبیتی بین مردم آمریکا داره که زده میشه، چون ایشون فردی نیستن که بدون اطلاع بیان صحبت کنن و مطمئناً وقتی تونستن توی یه بیزینس‌های مختلفی که داشتن اینقدر موفق باشن، در امر سیاست هم مشاورها و افرادی رو کنار خودشون دارن که بتونن اون خواسته های مردم رو انعکاس بدن و بتونن رأی رو جذب کنن. اما مجید، بعضی از بیننده‌ها قبل از تو صحبت میکردن معتقد بودن که این نگاه، در واقع نگاه آقای ترامپ، خیلی مخالف اون سیاست های کلی هستش که الان حزب جمهوری خواه داره که سعی میکنه گروه های اقلیت رو هم به نوعی جذب بکنه. از این نظر فکر میکنی که شانسی داره که بین خود جمهوری خواهان همون تایید رو بگیره آقای ترامپ نهایتاً؟ ببینید، آقای ترامپ حتی اولی که به عنوان یک کاندید جمهوری خواه خودشون رو معرفی کردن، اعلام کردن که اگر از طرف جمهوری خواهان انتخاب نشن، به صورت مستقل در انتخابات شرکت میکنن. جمهوری خواهان به خاطر ضعفی که در استراتژی انتخاب استراتژیشون از بعد از جورج بوش داشتن، مطمئنن دنبال یک حرکت پوپولیستی هستن. یعنی شما جنبش تی پارتی رو هم حتی نگاه کنین، از دل همین اتفاقات هست که ترامپ بیرون میاد. یعنی شما حمایت هایی که جنبش تی پارتی از ترامپ انجام داده، مطمئنن توی بدنه خود جمهوری خواهان شکافی رو ایجاد میکنه. یعنی پس فکر میکنی که جمهوری خواهان نهایتا دوست دارن که ترامپ به عنوان نمایندهشون بره بالا یا خیر؟ نکنید، جمهوری خواه اگر به دو دسته به قول معروف نسل دوم و سوم تقسیم بندیشون کنی، نسل سوم دوست داره ترامپ به عنوان کاندید جمهوری خواهان باشه، ولی نسل دوم که اون شکست هایی رو که قبل از جورج بوش پدر رو تحمیل کرد، اونها دوست ندارن ترامپ به عنوان کاندید جمهوری خواهان باشه. خیلی ممنون از شما، مرسی. بریم با مریم خداحافظی بکنیم. کاوه رو داریم از لندن با ما رو خط دو. کاوه، فکر میکنی که شانس آقای ترامپ برای رسیدن به کاخ سفید چقدر هست؟ نهایتا میتونه رای بیاره؟ من فکر میکنم آقای ترامپ هیچ شانسی برای ورود به کاخ سفید نخواهد داشت، به خاطر حرفایی که زده و اینکه، و خوشبختانه این شانس رو نداره، و اینکه ایشون هم یه آدمیه مثل آقای احمدی نژاد ولی در جهت مخالف. اونم میومد یه حرفایی میزد که مورد توجه مردم قرار میگرفت، یه سری ها میرفتن دنبال روش بودن. کاوه میگه شانسی نداره، ولی بعد از این حرفا محبوبیتش اصلا کم نشد، در همون حد حداقل بود، بعضی جا بیشتر هم شد. بله، محبوبیتش بین افراد متوسط رو به پایین، بین افرادی که به اصطلاح آدمای عامی خیلی زیاده، منتها محبوبیتش بین کسایی که اینتلیجنت هستن، بین کسایی که بالاخره تحصیل کرده هستن، از آینده بسیار هوشیارتر هستن نسبت به آینده، مطمئنن کمتره. خب چند درصد جامعه آمریکا رو شما تو گروه اول و چند درصد تو گروه دوم میذاری؟ یعنی میخوام بگم که آیا لزوما، حالا اهمیتی هم داره که رای دهنده هایی که به آقای ترامپ رای میدن از کدوم کمپ باشن؟ نهایتا اگه رای بیشتری بیاره خب میره کاخ سفید دیگه. بله، نهایتا اگه رأی بیشتری داشته باشه، اولا که یه مسئله که هست اینه که همه کسایی که بهش به صورت آنلاین رأی دادن یا اینکه اعلام میکنن، نمیرن پای صندوق رأی که رأی بدن، این مسئله هستش. و ضمن اینکه من فکر نمی کنم کشور بزرگی مثل آمریکا
بخواد رهبری مثل ترامپ داشته باشه، چون این آدم یه حرفایی میزنه اولا که اصلا دانش سیاسی به نظر من نداره. کسی که به صدا کاباره داره تو لاس وگاس و تو لس آنجلس هیچ چیزی هم از آینده نمیدونه، بالاخره نمیتونه اونقدر موفق باشه و 100% نیست. و به نظر من عقل عمومی جامعه، یعنی کسایی که واقعا تصمیم گیرنده هستند، اجازه نخواهند داد که ترامپ بخواد رئیس جمهور آمریکا بشه. خیلی ممنون از شما کاوه، مرسی. با مجید و کاوه خداحافظی میکنیم، بریم از فرن چند تا پیام بشنویم. ببینیم توییت هایی که به دستمون رسیده بیننده ها نظرشون چیه. مهدی رحمانی گفته شما وقتی به عقاید مخالفاش توجه کنید متوجه میشید که چرا محبوب شده. افراسیاب توییت کرده چون در آمریکا هم مثل سایر کشورها افراطی زیاده، برای مقابله با مسلمانان از وی پشتیبانی کنند. ما سوال پرسیده بودیم که چرا با وجود این همه حجم زیادی که سخنهای نجات پرستانه یا ضد اسلام میزنه ترامپ همچنان مورد توجه قرار گرفته. صادق گفته دونالد ترامپ در حال حاضر بر موج احساسات مردم سوار شده ولی این موج دائمی نیست، تبدیل به حباب میشه. حسین گفته مدیریت نظامبندی آمریکا مشغول فعالیت بنیادی است برای آینده. ترامپ یک ایده برای این بازی است که به خوبی کارش رو میکنه. مهدی هم گفته چون به مشکلات اجتماعی و سیاسی خیلی پیچیده جوابهای ساده لوحانه میده، مثلا تروریست هایی که محصول همین جوامع هستند. مصطفی گفته مجسوار قهاری از احساسات موجود در آمریکا نهایت استفاده رو برده، فکر میکنم حدود 70% رئیس جمهور آمریکا بشه. رونین هم گفته که ترامپ بلندگویه که اسرار مگوی جمهوری خواهان رو افشا میکنه، ترکیب کنگره آمریکا شخصی مانند ترامپ رو میطلبه. و فرهاد گفته اگه آمریکایی بودم به ترامپ رأی نمیدادم، ولی اسلام حراسی یک مسئله واقعیه و متون اسلامی و رفتار حکومت‌های اسلامی هم تاییدش میکنه. شب نویس گفته ترامپ همون حرفایی رو میزنه که خواسته قشر وسیعی از آمریکایی هاست، اما جرأت گفتنش رو بقیه ندارن. بریم پیش احسان، هنوز فرصت هست شما پیام هاتون رو بفرستید. هنوز فرصت هست که تلفن‌های بیشتری هم بشنویم. با وحید صحبت می‌کنیم از تهران، بعد مهدی و از آلمان داریم رو خط دو. وحید، فکر می‌کنی که دونالد ترامپ واقعا محصول چیه تو آمریکا؟ محصول چه نظامیه؟ رسانه‌ها ساختنش، یعنی که به حال یک جایگاه مردمی هم داره و همون بحث صداقتی که بعضیا مطرح کردن باعث موفقیتش تا این مرحله شده؟ سلام. سلام بر شما. وقتتون بخیر. به نظر من حرف اول شما قشنگ‌تره که این محصول رسانه‌ست. این اظهار نظریه که اخیراً بر علیه اسلام و مسلمین خیلی هم شدت گرفت، اوجش هم تو همین صحبت‌های ترامپ دیدیم، این توی پازل اسلام حراسیه که دنیای غرب سیاسی راه انداختن و این یه سیاست قدیمی غربه، چون یه دین رو وقتی بر ضرر منافع استکباری خودشون می‌بینن می‌خوان این دین رو یه جوری تو جایگاه ترس و وحشت قرار بدن. دقیقاً هم به همین علتی که رهبر ایران توی برهه زمانی خاص تعجبش دیگه این نامه رو به جوانان غربی آمریکایی داد، حتی نه به مسئولینشون، چون به قول رهبر ایران مسئولین راه سیاست در راه درست جدا کردن. این آقای ترامپ هم دقیقاً داره تو همون مسیر دلخواه داعش و گردانندگان غربی داعش قدم می‌ذاره. من سوالم اینه، همونجوری که تو نامه اومده بود، چرا وجدان عمومی غرب با تأخیر از خواب بیدار میشه؟ چون مطمئناً بعد از چند سال دیگه لو میره که غرب دوره همین پروژه رو اسلام حراسی رو خود غرب رو انداخته بود. بعد به جوانان غربی واقعاً توصیه همه مردم اینه که اسلام از راه اصلیش بشناسه، نه از رسانه‌های غربی، چون می‌دونی که این که نیازی خیلی ممنون. ولی بذار نکته که گفتی رو از مهدی هم بپرسیم، ببینیم مهدی چقدر موافقه باهات. مهدی، آیا واقعا وجدان جامعه آمریکا به نظر شما بعد از این صحبتایی که آقای ترامپ در مورد اسلام و مسلمانان کرد از خواب بیدار نشد؟ در واقع یا بی تفاوت بودن، یا اینکه نه فکر می‌کنی واکنش‌هایی هم بوده و واقعا این حرفا نمی‌تونه جنبه عملی در سیاست آمریکا داشته باشه؟ چی فکر می‌کنی؟ با سلام به شما و بینندگانتون، من فکر میکنم که این صحبتهایی که آقای ترامپ راجع به مسلمونا کردن در آمریکا طرفداران خیلی زیادی داره. علت هم این هست که فقط 2% جمعیت آمریکا مسلمون هستند. یک نکته دیگه هم این هستش که ما امروز وضعیت خاورمیانه رو بیش از اون چیزی که قبلا بوده غیر در واقع بی ثبات میبینیم و این میتونه عاملی باشه برای اینکه آقای ترامپ این امکانو بده که روی موج احساسات در واقع حرکت کنه، خودش رو روی آمار رسانه ها قرار بگیره، روی امواج قرار بده و
برای خودش طرفدار جذب کنه. حالا مهدی، جدا این که چند درصد جامعه آمریکا مسلمونن و آیا این حرفا اونجا محبوبیت عمومی هم داره یا خیر، فکر میکنی اصولا حرفایی که آقای ترامپ به خصوص در مورد مسلمان زده حرفای قابل قبولی هست؟ نه، به هیچ وجه قابل قبول نیست و من فکر نمی کنم که آقای ترامپ هم بتونه در صورت انتخاب شدن ورود مسلمان ها رو به آمریکا ممنوع بکنه یا همچین کاری رو بکنه. اما چیزی هست که به هر حال جامعه آمریکا در حال حاضر نسبت بهش حساسه و از این حساسیت هم خب میتونه آقای ترامپ به نفع خودش استفاده کنه و روی موج استفاده سوار بشه. خیلی ممنون از شما، مرسی. بذارید با وحید خدافظی کنیم. عادل رو از نروژ داریم با ما. عادل، شما چقدر شانس قائلی برای پیروزی آقای ترامپ در انتخابات؟ سلام عرض میکنم خدمتتون. واقعیتش قابل پیش بینی نیست، باید ببینیم در زمان آینده چه اتفاقی میفته، ولی من به شخصه برد افرادی رو که چنین شکلی عمومی سازی میکنن و همه رو زیر یک چسب قرار میدن شانسشون رو بالا میدونن که کلن مسلمان ها داخل یک جعبه قرار داده، داخل باکس قرار دادن، همون شکلی که سایر سیاست مداران پوپولیست مثل آقای احمدی نژاد میگن غرب، کل غرب و کل کشورهای اروپایی رو همه رو داخل یک مجموعه قرار میدن. چرا فکر میکنی عادل اینجور در واقع کلی نگری به ماجرا در کشور مثل آمریکا یا اونطور که گفتی در ایران حتی در مورد آقای احمدی نژاد جواب میده؟ علتش چیه؟ به خاطر اینکه مردم خیلی نه علاقه‌ای دارن، حتی نباید هم انقدر مطالعه سیاسی داشته باشن. لازم نیست ما خیلی اطلاعات سیاسی به عنوان عوام داشته باشیم، ولی برای اینکه این اطلاعات سطحش بره بالاتر، من احساس میکنم که یه خود شکل این عمومی سازی رو بتونن تخصصی تر بکنن. مثلا مسلمان ها بتونن خطی بکشن بین مسلمان های تندرو و مسلمان های صلح طلب. این وظیفه مسلمان هاست عادل واقعا، یا اینکه مثلا رسانه ها بیشتر اینجا باید نقش ایفا بکنن؟ آیا خود مسلمان ها باید بیان این در واقع اتهام و علیه خودشون رد بکنن؟ لزوما خیلی سیاه و سفید نیست که بگیم فقط مسلمان ها باید این کارو بکنن یا فقط باید رسانه ها این کارو بکنن. اما شکلی که ایرانی ها باید تلاش بکنن که حساب خودشون از حکومت ایران جدا بدونن، مسلمان ها هم باید تلاش بکنن حساب خودشون از تندروها جدا بکنن و در عین حال بدون رسانه هیچ کدوم از این دو گروه و خیلی گروه های دیگه موفق نمیشن. ولی من به شخص شانس ترامپ زیاد میدونم. ممنون از شما عادل، مرسی. به هر دو نفر عادل و مهدی خدافظی میکنیم. اواخر برنامه است که چند تا پیام هست. امیر از اوکراین برامون ایمیل زده، گفته به نظر من آقای ترامپ میتونه یک بیزینسمن یا تاجر باشه ولی نمیتونه یک سیاستمدار باشه. رک بودن و خالص بودن شبیه یک تاجره ولی یک سیاستمدار پاک نیست و رک نیست و حقیقت رو باید در بعضی جاها کتمان کنه که ایشون نمیکنه و موفقیت در ریاست جمهوری ایشون رو هم میبینیم که وقتی در مورد مسلمانان بیگدار به آب زد، خیلی از طرفدارای خودش رو هم ناامید کرد، طرفدارای خودش رو ناامید کرد. یک دیگه از بیننده هامون حمید ایمیل زده، گفته که کسی که برای لباس پوشیدنش مشاور داره حتما برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی هم یک تیم داره، روی تک تک کلماتش کار شده. ترامپ اول میخواد رهبری حزب جمهوری‌خواه رو به دست بیاره، بنابراین تندروتر افراطی‌تر نظرات دست راستی رو مطرح میکنه، اما بعد از رهبری حزب مطمئن باشید که رقابت رو با نماینده‌های حزب دموکرات در میون میذاره، بعد میانه روتر خواهد شد. یکی دیگه از بیننده‌ها گفته که فکر می‌کنم آقای ترامپ انقدر ساده نبوده که همینطور جملاتی رو همینطوری در مورد ورود مسلمانان بگه، این چیزی بوده که اکثریت مردم در اون جامعه می‌خواستن. ممنون از شما که پیام هاتون رو فرستادین. تا یه برنامه دیگه، شب و روزتون خوش. خیلی ممنون فرین از تو، مرسی. به پایان برنامه می‌رسیم. مثل همیشه برای تماس با مسئولان این برنامه و اظهار نظر درباره نوبت شما میتونید به ما ایمیل بزنید با آدرس شما @bbc.co.uk. از طریق همین آدرس که گفتم میتونید در ما عکس و فیلم هم بفرستید تا با دیگران به اشتراک بذارید. خوب و خوش باشید، تا فردا.